فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب مولانا، از جزیره قشم بیننده عزیزمون پرسیدن که ایشون میتونن روزه بگیرن و نماز تراویح نمیتونن بخونن به خاطر وقت کارشون. نماز تراویح هیچ گونه نقشی رو در صحت و در واقع قبول شدن روزه ندارد. روزه در روزهای ماه مبارک رمضان یک حکم جداگانه هست و نماز تراویح یک حکم جداگانی هست و مخصوص شبهای رمضان هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من صام رمضان و قامه ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دو تا عبادت مجزا و جداگانه رو رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین کردن در ماه مبارک رمضان که روزه از جانب الله متعال فرض شده و قیام رمضان از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت مسنون بودنش در واقع اعلام شده و هر دوتا در واقع ضامن این هستند که اگر کسی این دو عبادت رو انجام بدهد این به معنی معاف شدن و بخشیده شدن گناهانش است. اما این دوتا عبادت هیچ گونه ارتباطی با همدیگر ندارند و هیچ کدام از این عبادت شرط صحت عبادت دیگر نیست. روزه گرفتن بدون نماز تراویح هم صحیح است، منتها اون کسانی که نمیتونن با نماز جماعت نماز تراویح را بخونن میتونن در محل کارشون یا قبل از سحر مثلا در خونه که هستن در وقت نماز تهجد چند رکعتی را با عنوان قیام اللیل بخونن و خودشون رو از این فضیلت در واقع محروم نکنن. اما اگر کسی به صورت کلی نمیتوانست که نماز تراویح را ادا بکنه این در صحت روزش هیچ گونه اشکالی به وجود نمیاد و روزش انشاءالله پذیرفته خواهد شد.